اومگا 3 داروی بحث برانگیزی که خیلی ها منع میکنن، خیلی ها توصیه میکنن. امروز اومدم تا توضیح بدم که نتیجه مصرف 30 روزه اومگا 3 یا یک ماهه اومگا 3 چه چیزی هستش، خواصش چیه، این دارو خوبه یا بده، چه نوعیشو مصرف بکنیم. خلاصه هر آنچه که لازم دارید مثل همیشه دکتر پوریا در خدمت شماست و به سمع و نظر شما میرسونه. در بین کلامم خودم رو معرفی کردم، کوچیک شما پوریا هستم و خیلی خوشحالم که دوباره افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها ساخته خواهد شد و گذاشته خواهد شد. اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کانال سابسکرایب رو هم روی حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین چنل ما و ویدیو رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید و با اونها شیر بکنید تا به خانواده ما بپیوندند. اگر به واسطه دکمه تنکس کمکی به چنل بشه از طرف شما و به واسطه گری من به سازمانهای خیریه که کمک های پزشکی میرسونند اهدا خواهد شد. میپردازیم به موضوع جذاب ویدیوی امروز. ببینید، اول اینکه اومگا 3 اصلا چیه؟ اسیدهای چرب از اجزای تشکیل دهنده چربی ها هستند. بدن هم نمیتونه اسیدهای چرب ضروری از جمله اومگا 3 و اومگا 6 رو بسازه و باید اونها رو از مواد غذایی دریافت بکنه. اومگا 3 به دلیل حضور در غشای سلولی در فعالیت های فیزیولوژیکی بدن نقش بسیار حیاتی رو داره. این اسید چرب همچنین بسیاری از عملکردهای مرتبط با قلب و عروق، دستگاه تولید مثل، سیستم ایمنی و دستگاه عصبی رو تنظیم میکنه. برای اینکه بدن بتونه از اومگا 3 و اومگا 6 موجود در مواد غذایی مشتقات مورد نیاز خودش رو بسازه، باید این دو ماده رو به نسبت متعادل دریافت بکنه. یعنی چی؟ نسبت ایدئال اومگا 3 به اومگا 6 باید 1:1 یا حد اکثر 4:1 باشه. یعنی در واقع 4 تا اومگا 6 1 اومگا 3. اما متاسفانه این مقدار در افراد جامعه 11:1 تا 30:1 که امروز خدمتتون توضیح میدم که دلیل این موضوع چی. اولا انواع اومگا 3 شامل آلفا لینولنیک اسید، و EPA و DHA. حالا اینا هر کدومشون چی هست؟ ببینید، نوع اول با نام اختصاری ALA یعنی آلفا لینولنیک اسید در غذاهای گیاهی یافت میشه. بدن شما برای استفاده از ALA باید اون رو به EPA و DHA تبدیل بکنه. حالا EPA شکل فعال اومگا 3 که عمدتاً در غذاهای دریایی یافت میشه. DHA اسید چربه که هم شکل فعال اومگا 3 به شمار میاد و در غذاهای دریایی وجود داره. در واقع ماده مؤثر EPA در خیلی از موارد بهتر از DHA عمل میکنه. در واقع اون دسته از اومگا 3 هایی که EPA بالاتری دارند دارای ارزش درمانی و غذایی بیشتری هستند. مردم معمولاً مقدار زیاد ALA رو از غذاهای گیاهی مثل گردو، دانه چیا، دانه سویا، دانه بزرک و روغن سویا دریافت میکنن. یافتن DHA و EPA سخت تره چون فقط در ماهیها و جلبک های دریایی یافت میشه. روغن ماهی از ماهی آنچو یا ساردین به دست میاد، اما ممکنه از سایر ماهی های چرب مثل سالمون، تون یا پولاک هم تهیه بشه. روغن کریل از سخت پوستان کوچکی به نام کریل به دست میاد که بر اساس تحقیقات این روغن حاوی آستاگزانتینه که یک آنتی اکسیدانه که میتونه از سلامت چشم حمایت بکنه. و همچنین روغن کبد ماهی کاد، همونطور که از نام اون مشخص است، جگر ماهی کاد به دست میاد. و روغن جلبک که تنها منبع گیاهی DHA و EPA به شمار میاد. میزان اومگا 3 مورد نیاز بدن چقدره؟ ببینید،
اگر در سن 0 تا 12 ماهگی باشید 0.5 گرم در روز، 1 تا 3 سالگی باشید 0.7 گرم در روز، 4 تا 8 سالگی باشید 0.9 گرم در روز، 9 تا 13 سالگی در دختران 1 گرم در روز، 9 تا 13 سالگی در پسران 1.2 گرم در روز، در زنان 14 سال به بالا 1.1 گرم در روز، در مردان 14 سال به بالا 1.6 گرم در روز، زنان باردار 1.4 گرم در روز و زنان شیرده 1.3 گرم در روز نیاز دارند که امگا 3 مصرف کنند. نشانه های کمبود امگا 3 شامل خستگی شدید، زایمان زودرس، ناخن‌های شکننده، کاهش تمرکز، ناتوانی در یادگیری، افسردگی، آرتروز، اگزما، چاقی، بیماری‌های التهابی هستش. اما اگه بخوایم از عوارض امگا 3 بگیم، بسیاری از مردم در رژیم غذایی خودشون امگا 3 کافی دریافت نمی‌کنن. بهترین کار اینه که این ماده مغذی رو از غذا دریافت بکنید، اما مکمل‌ها هم میتونن کمبود اونها رو جبران بکنن. استفاده از شربت، قرص یا کپسول امگا 3 به بسیاری از افراد توصیه میشه، اما مصرف دوزهای بالای اون که حداقل 900 میلی گرم به اضافه 600 میلی گرم DHA، 900 میلی گرم EPA به علاوه 600 میلی گرم DHA، به دلیل اثرات ضد التهابی این چربی به تدریج باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن میشه. ممکن عوارض قلبی ایجاد بکنه اگر زیاد مصرف بکنید، به این صورت که شما دچار آریتمی قلبی بشید. عوارض مرتبط با دیابت رو داریم، چون تغییر سطح قند خون از سایر عوارض این اسید چربه. عوارض مربوط به مردان رو داریم که محققان مرکز مطالعات سرطان فرد هاچینسون در آمریکا به این نتیجه رسیدن که مصرف کپسول امگا 3 نه تنها از خطر بروز سرطان پروستات نمی‌کاهد، بلکه احتمال بروز موارد کشنده این بیماری رو تا 70% افزایش میده. هنوز مشخص نیست که این چربی چگونه باعث رشد تومور میشه، اما بعضی از افراد حدس میزنن که احتمالاً سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه یا به مولکول وراثتی DNA آسیب وارد میکنه. به عنوان کلام آخر، نتیجه مصرف سیروز امگا 3 اگر به اندازه مصرف بشه، سلامت قلب، سلامت چشم، یادگیری بهتر، تمرکز بهتر هستش، اما بهتره که طبق اون جدولی که خدمتتون معرفی کردم به اندازه نیاز روزانه مصرف بکنید. ضمن این که حواستون باشه اگر از غذا دریافت میکنید دیگه مکمل زیادی نشه خوردنش. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.